چگونه میتوان از وقوع جنگ فراگیر و تجزیه افغانستان جلوگیری کرد؟ به نام خداوند بخشاینده و مهربان، بازم خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای کانال کابل وایز. امید که تا آخرین خبر با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. یعقوب یسنا در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: در افغانستان به صورت بالقوه و بالفعل امکان جنگ وجود دارد. از یک سو نارضایتی، فقر و گرایش های فکری و فرهنگی افرادگرایانه وجود دارد و از سوی دیگر نیروهای مانند داعش، القاعده، طالب، جبهه مقاومت ملی و سایر بقای حکومت قبلی فعالیت دارند. طالبان که فعلا قدرت را در افغانستان در اختیار دارند، میخواهند جلو جنگ را با زور بگیرند و بر همه نیروهای مسلح فعال و مردمان معترض با زور مسلط شوند. فکر کنیم طالبان با زور بر همه گروه های در افغانستان مسلط شوند، اما با زور بر فقر، نارضایتی و غیره نمیتوان مسلط شد. و مهمتر از همه، با زور نمیتوان حکومت و دولت ساخت و بر مردم حکومت کرد. متاسفانه پاکستان میخواهد با زور و اکثریت سازی گروهی و قومی طالبان را بر افغانستان حاکم کند. نخست وزیر پاکستان گفت به قدرت رسیدن طالبان موجب شد که افغانستان از جنگ داخلی نجات پیدا کند، اما حقیقت این است که تصرف افغانستان توسط طالبان باعث شده است که جنگ داخلی در افغانستان شکل بگیرد. بنابراین بهتر این است کشورهای جهان و منطقه در پی حل نزاع‌های فراگیر قومی و غیره در افغانستان باشند و به طور مشخص از یک گروه قومی و غیره در افغانستان حمایت نکنند، زیرا حمایت از یک گروه به این هدف که آن گروه با زور در افغانستان به قدرت برسد و دیگران را مطیع خود کند کارساز نبوده و کارساز نیست. حکومت پاکستان می خواهد از قوم پشتون و به طور مشخص از طالبان در افغانستان حمایت کند و بگوید که قوم پشتون در افغانستان اکثریت است و زور با اکثریت است. چنین اکثریت سازی موجب جنگ فراگیر و فرساینده در افغانستان می شود. در این صورت چاره چیست؟ کشورهای جهان معمولاً چاره جلوگیری از جنگ را تشکیل یک حکومت فراگیر می دانند، اما معلوم نیست منظور از حکومت فراگیر چیست. افغانستان 20 سال پیش در سقوط اول طالب تجربه تشکیل یک حکومت فراگیر را در نشست بن داشت. در این نشست حکومت فراگیر به معنای تقسیم قدرت بین گروه ها و سران قومی بود، اما حکومتی که در بن شکل گرفت هیچگاه به یک حکومت کارا و مؤثر تبدیل نشد. همه چی در آن حکومت دچار فساد شد، حتی انتخابات به فساد کشیده شد. نظام سیاسی با ثبات شکل نگرفت و گروه های قومی و سران قومی از پشتون تا تاجک، هزاره، ازبک شکایت و اعتراض داشتند که ما در قدرت حضور نداریم، در حالی که همیشه در رده نخست و تصمیم گیرنده حکومت افرادی از قوم پشتون بودند، اما آنها نیز اعتراضی داشتند که حضور ما در قدرت کمرنگ است. در حکومت غنی، مشاور شورای امنیت، رئیس اداره امور، رئیس خدمات ملکی و غیره که حلقه تصمیم گیرنده بودند همه پشتون بودند، اما یکی از افراد این حلقه به نام خوشحال زاداد که فعلا در خارج به سر میبرد در مصاحبه ادعا کرده است دلیل سقوط جمهوریت حکومت غنی بود که افراد قبیله پشتون به اندازه لازم در قدرت حضور نداشتند. بنابراین قبیله پشتون در دوره جمهوریت و ویژه در دوره کرزی تحقیر شدند و با حکومت همکاری نکردند. افراد پشتون که در رأس جمهوریت بودند، آنها از جمهوریت به دلیل اینکه در قدرت کم بودند ناراضی باشند، دیگران حتما ناراضی هستند. در این صورت این سران قومی را چگونه میتوان راضی کرد و چگونه میتوان قدرت را در بین آنها تقسیم کرد و یک حکومت فراگیر ساخت؟ بنابراین باید دید خود را درباره حکومت فراگیر
تغییر دهیم. تجربه ناموفق بان را تکرار نکنیم و قدرت را بین سران قومی برای تشکیل یک حکومت فراگیر تقسیم نکنیم. حکومتی که در آن قدرت بین سران قومی تقسیم شود. حکومت فراگیر نیست. اگر بخواهیم حکومت فراگیر در افغانستان شکل بگیرد، باید به ساختار حکومت توجه شود. منظور از توجه به ساختار حکومت این است، حکومتی باید شکل بگیرد که از نظر ساختار بتواند فراگیر باشد و نظام سیاسی در ساختار آن حکومت به ثبات برسد. این ساختار حکومتی حکومت فدرال است، زیرا حکومت فدرال بنابر گنجایش ساختاری که دارد می تواند نزاع‌های قومی، زبانی و فرهنگی را در افغانستان حل کند و هر ایالات اکثریت قومی، زبانی و فرهنگی خود را داشته باشد. اما سوال این است که در افغانستان چرا با حکومت فدرال مخالفت صورت می گیرد و دلیل مخالفان حکومت فدرال در افغانستان چیست؟ سران قوم پشتون ما در افغانستان بدون دلیل عقلی و سیاسی مخالف حکومت فدرال هستند و بدون دلیل می گویند فدرال باعث تجزیه افغانستان می شود، در حالی که ما حکومت دارای فدرال را برای جلوگیری از تجزیه رسمی افغانستان پیشنهاد می دهیم. زیرا به برداشت ما اگر حکومت در افغانستان فدرال نشود، دیر یا زود افغانستان رسما تجزیه می شود. بنابر فشارهای قومی، فقر، ناامنی و نزاع‌های سرانجام این کشور تجزیه خواهد شد. حقیقت این است که افغانستان هیچگاه وحدت ملی، یک نظام سیاسی باثبات و یک حکومت فراگیر نداشته است. سالها است افغانستان جزیره های قدرت قومی و گروهی بوده است، اما با این تفاوت که دائم گروه ها و جزیره های قدرت قومی و گروهی این بوده است کل افغانستان را می خواهیم. با تشکر از این که تا آخرین خبر با ما همراه بودید، جهت حمایت کانال یوتیوب کابلایز را سابسکرایب نمایید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما ایزان هستیم. تا خبرهای دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوب و خوش داشته باشید.